چهارمین روز آبان ماه 1190 خورشیدی برابر با 26 اکتبر سال 1811 میلادی، زادروز اورست گالوا، ریاضیدان فرانسوی که در شهری در نزدیکی پاریس به دنیا آمد و تا 12 سالگی معلمی جز مادرش نداشت. با این حال نبوغ ریاضی وی چنان بود که در نوجوانی آثار سنگین هندسی را همچون رمان شیرین و پرماجرا می‌خواند. وقتی گالوا در سن 7 سالگی در امتحان پلی‌تکنیک در برابر ممتحن قرار گرفت و انگامی که از وی سوال شد تا لگاریتم را شرح دهد، فریاد برآورد که من بچه نیستم که به این پرسش کودکان جواب دهم. گالوا در 12 سالگی وارد کالج شد و در 15 سالگی شاهکارهای تحلیل جبری آن عهد را که در خور ریاضیدانان حرفه‌ای بود به آسانی تجزیه و تحلیل می کرد. گالوا در 18 سالگی کتاب وقایع ریاضیات را به پایان رسانید و پس از آن 3 اثر جدید درباره مسائل نوین ریاضی تنظیم کرد. از دیگر آثار گالوا می توان به اثری درباره تئوری عمومی حل معادلات اشاره کرد که امروز به تئوری گالوا مشهور است. سال 1298 خورشیدی برابر با 1919 میلادی، زادروز محمد رضا شاه پهلوی، دومین پادشاه سلسله پهلوی که حاصل ازدواج رضا شاه با تاج الملوک به شمار می آید و از 25 شهریور 1320 تا 22 بهمن 1357 بر ایران سلطنت کرد. محمد رضا 6 ساله بود که پدرش به سلطنت رسید و از آن پس به عنوان ولیعهد ایران انتخاب شد. وی تحصیلات ابتدایی را در تهران و تحصیلات متوسطه را در سوئیس تکمیل و پس از بازگشت به ایران با درجه صدفان دومی از دانشگاه افسری فارغ التحصیل شد. وی در جریان جنگ جهانی دوم و تصرف ایران توسط نیروهای متفقین و تبعید پدرش رضا شاه در سن 22 سالگی به سلطنت رسید. وی در جریان جنگ جهانی دوم و تصرف ایران توسط نیروهای متفقین و تبعید پدرش رضا شاه در سن 22 سالگی به سلطنت رسید. در دهه 40 و اوایل دهه 50 خورشیدی ایران رشد اقتصادی سریعی را شاهد بود. این رشد اقتصادی در یک کشور خاورمیانه با افزایش بهای نفت که خود محمد رضا شاه بر آن تأکید می‌کرد، به اضافه اینکه او حاضر نبود شرایط شرکت‌های بزرگ نفتی در بستن قراردادی جدید را بپذیرد، منافع کشورهای بزرگ در ایران را با خطر مواجه کرد. اینها و عوامل دیگر سبب شد تا دامنه اعتراضات هدایت شده مردمی در کشور گسترش یابد و شاه ایران در 26مین روز دیماه برای همیشه خاک کشور را ترک کند. سال 1345 خورشیدی برابر با 1966 میلادی، آغاز به کار آزمایشی تلویزیون ملی ایران. در آن زمان که تولید تصویر آن هم به صورت چند ساعت در روز کار چندان ساده ای نبود و نیازمند سرمایه خصوصی و هفتگی بود، حبیب الله ثابت پاسال سرمایه‌دار بخش خصوصی تأسیس یک فرستنده تلویزیونی را به دولت وقت پیشنهاد داد و دولت نیز پیشنهاد او را پذیرفت. نخستین فرستنده تلویزیون ایران در ساعت 5 بعد از ظهر جمعه اولین برنامه خود را پخش کرد. این فرستنده که تلویزیون ایران نامیده می شد در ابتدا هر روز از ساعت 18 تا ساعت 22 برنامه داشت. تلویزیون ایران در ابتدا به صورت کاملا خصوصی اداره و هزینه های آن از آگهی های تبلیغاتی تأمین می شد.